شما هستم در بخش کلید نور و امروز در رابطه با حقوق فرزندان بالای والدین صحبت میکنیم. استاد نورالله کریمی با ما هستند در این بخش. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. علیکم سلام. سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز و همکارای تکنیکی برنامه. صبح شما بخیر. سر خوش آمدین استاد و صبحتون هم بخیر. تشکر. و تشکر هم میکنیم از بیننده خوب ما که نظرات خود با ما شریک میسازن. ممنون همیتون هستیم و خوب از بپردازیم جناب استاد. انشاءالله امروز اگر خواست خدا باشه در مورد حقوق فرزندان بالای والدین تا اندازه روشنی میاندازیم. همان طوری که پدر و مادر بالای فرزندان حق و حقوقی دارند، فرزندان هم بالای پدر و مادر بالای والدین حق و حقوقی دارند. در صورتی که همان حقی که والدین بالای فرزندان دارند و حقی که فرزندان بالای والدین دارند، در صورتی که ای به شکل درست و کاملش ادا شوه، انشاءالله که ما در فامیل ها و در اجتماع و در جمعیت و جماعت هیچ مشکلی نخواد داشتیم. چون اولین مکتب خانه هست، اولین معلم و معلمه هم در خانه پدر و مادر هست. چون چیزهایی که طفل و فرزندان در خانه از پدر و مادر می آموزن به مراتب مؤثرتر و مفیدتر از چیزهایی هست که اطفال در بیرون می آموزن. بنابراین زمانی که طفل صداقت را، راستی را، دروغ نگفتن را، دو دشنام ندادن را، غیبت نکردن را، قرآن آموختن را در خانه از والدینش، از پدر و مادر دیده بیاموزه، به مراتب مؤثرتر از بیرون هست. چون در خانه پدر و مادر به شکل عملی و قولی نشان میتن، یعنی فعلشان با قولشان در تضاد نمی باشن. در صورتی که در این دو مورد، اگر در این موارد اگر کوتاهی صورت بگیره، میشه که فرزندان یک فرزندان مؤدب تعلیم کرده و تحصیل یافته به بار نمیاین. بنان هم مشکل به خانواده ها و هم مشکل به جامعه می باشن. پس میپردازیم به حقوق اطفال، که حقوق اطفال از چی زمانی آغاز میشه، آیا قبل از ولادت و یا اینکه بعد از ولادت حقوق اطفال آغاز میشه. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، پدری با فرزندش نزد امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میای و از عدم اطاعت و از خلافکاری های فرزندش به امیر امیرالمومنین شکایت میکنه. بعد از اینکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرزند او شخص را نصیحت میکنه، از حق و حقوقی که پدر و مادر والدین بالای فرزندان داره از او بحث میکنه، در آخر طفل اجازه میخواهیم که یا امیرالمومنین، ای قدر از حق و حقوق والدین بس کردی، درست است؟ اگر اجازه بدی من میگه سوالی دارم از تو. که ما اکثرا مخاطبینمان در طول هفته‌های قبل پیام های اینگونه بر ما فرستادن و خواستن که اشاراتی داشته باشیم به ای که والدین چه مسئولیت هایی در مقابل فرزندان خود دارن و باید کدام وظایف انجام بتن 100%. بله. بس طفل از حضرت عمر رضی الله عنه او پرسان میکنه این که آیا ما هیچ حقی بالای والدین خود ندارم؟ بس حضرت عمر به طفل بیان میکنه این که حق و حقوق تو حتی قبل از ولادتت، قبل از به دنیا آمدن تو شروع میشه. بله. امروز اکثریت ما نمیدونیم که حق و حقوق اطفال ما چی و زمانی شروع میشه. اولین حق انتخاب مادر هست که به هر دو طرف هست. مثلا در اونجا میگه مؤمنه و محسنه، یک مادر خوب انتخاب کردن به اولادان. بله. چون در صورتی که مادر خوب باشه، یک نسل خوب ادامه پیدا میکنه. پدر هم این شکل، این حق به مادر هم داده شده. در صورتی که اگه خواسته باشن ازدواج بکنن، به فرزندان آیندهشان یک پدر خوب و مناسب باید انتخاب بکنن. در صورت خراب بودن یکی از این دو، به شکل نسل خراب ادامه پیدا میکنه. بنابراین اولین حق طفل بالای پدر و مادر انتخاب طرفین هست. پدر باید یک مادر خوب و مناسب به فرزنداش انتخاب بکنه و مادر هم یک پدر خوب به فرزنداش باید انتخاب بکنه. دومین حقی که به فرزندا در اونجا حضرت عمر رضی الله عنه بیان میکنه، گذاشتن نام نیک به فرزندان هست. و سومین حق هم آموختن علم، تعلیم و تربیه، قرآن کریم هست. طفل به حضرت عمر رضی الله عنه می فرمایند که این سه حق که شما بیان کردید، هر سه حق را والدین ما به جا نیاوردن.
پدرم نه بر ما مادر خوبی انتخاب کرده و نه هم نام نیکی انتخاب کرده و نه هم از قرآن کریم یک کلمه هم بر من آموخته. که در حال حاضر هم میبینیم نمونه های اینطور اشخاص. در این صورت حضرت عمر به پدر طفل بیان میکنه، میگه که حق طفل را تلف کردی، در حق طفل ظلم کردی، برو حق طفل را به جا بیاور. بناهن در اینجا حق طفل قبل از ولادت شروع میشه و بعض علما حق طفل قبل از ولادت را به سه حصه تقسیم کرده. اولین حقش بیشتر بیان کردیم، حق انتخاب پدر و مادر نیک هست. دومین حق طفل حق حیات هست. زمانی که طفل در بطن مادر می باشه، این حق طفل هست که باید به دنیا بیایه و مادر و پدر حق سقط جنین یا حق سقط طفل را ندارن. تا زمانی که دکتر متخصص در این مورد نظر بده بگه که در صورت عدم سقط طفل باعث تلف شدن نفس مادر در میان هست، باز در این صورت حق دارن که طفل را سقط بکنن. بعض علما گفتن که در صورتی که هیچ مشکلی اگر با طفل نباشه و با مادر نباشه، سقط کردن طفل به معنی این هست که عیناً به مثل زمان جاهلیت زنده بگر کردن اطفال واری. پس دومین حق طفل حیات او هست. سومین حق طفل قبل از ولادت و از او محافظت و از سلامتی جنین هست. باید مادر در زمان حمل، در زمانی که طفل در بطن مادر می باشه، باید حتما با دکترهای متخصص مشوره بکنن، نظرهای او را بگیرن، مواردی که در مورد بهداشت از او، غذا و تغذیه مادر و اطفال ضروری هست، در این مورد باید دقت کرده شود. چون زمانی که طفل به دنیا می آید، در آیت کریم در سوره کهف همیره بیان میکنه، المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات و صالحات خیر این در ربهم ثوابا. مال و فرزندان زینت حیات دنیوی هست، زینت حیات، اما گذرا و زوال پذیر هستند و چیزی که از آنها باقی میمانند باقیات آنها صالحات آنها هست، عملهای صالح آنها هست. پس بعد از وفات پدر و مادر، شخصیت پدر و مادر را فرزندان بازتاب میتند در این دنیا. در صورتی که اگر یک فرزند صالح و نیک تربیه کرده باشند، باعث از این میشه که در دنیا و آخرت باران رحمت بالای پدر و مادر بباره، چون هر آن عمل نیکی که فرزندان در این دنیا انجام میتن مثلش به پدر و مادر هم میرسن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند زمانی که انسان وفات میکنه، تمام اعمال از او قطع میشه به جز از سه عمل از او: یک، صدقه جاریه. هر کس مکتبی جور کرده، مدرسه جور کرده، زمین به خاطر منفعت عامه وقف کرده و انسان از او استفاده میکنه، و یا اینکه علم نافعی از او باقی مانده، شاگردایی رسانده بوده، نسلی رسانده بوده، کتابی تألیف کرده بوده که انسان ها از او کتاب استفاده میکردن که منفعتش به شخصی که وفات کرده و عملش قطع شده اما باز هم به او میرسه به شکل صدقه جاریه. و سومین عمل که در حدیث بیان شده، عمل صالح هست، فرزند صالح هست. در صورتی که پدر و مادر هم وفات بکنه، این فرزند صالح هست که با دعاهایش، با اعمالش، همو حسنات و خیرها و نیکیها به دفتر پدر و والدینشان نوشته میشن. بنابراین در انتخاب همسر و شوهر یا پدر و مادر باید دقت صورت بگیره. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند در صورتی که اگر شما خواسته باشین ازدواج بکنین، چهار دلیل را در ازدواجتان مد نظر بگیرین. اول میشه که مال و ثروت باشه، نسب و خانواده باشه، حسن و زیبایی باشه و دینداری خانم باشه، و در آخر تاکید میکنن که شما دیندار آنها را انتخاب بکنین، چون خانم دیندار سبب میشه که فرزندهای دیندار، فرزندهای تعلیم یافته و تحصیل یافته به بار بیان. و در مورد حق تعلیم و تربیه و آموزش هم مواردی اگر اشاره کنین، خصوصا ما چقدر میبینیم قضیه هایی را که در افغانستان مثلا دخترها را همیشه کمتر اجازه میتن یا هیچ اجازه نمیتن که مکتب برن و خواندن و نوشتن یاد بگیرن. موضوع دیگری که در رابطه به سوال شما هست، اختلاف قرار ندادن در بین فرزندان هست. باید ما عین حق و حقوقی که پسر میتیم، بله، عین حق و حقوق را باید به ما دختر هم بتیم. یعنی این به این معنا نیست زمانی که
فرزند اعمال نیک انجام میده به دفتر حسنات پدر نوشته میشه، عین شکل از دخترها هم به دفتر حسنات خود و والدینشان نوشته میشه. هر آن طفلی که تازه تولد میشه به فطرت پاک و مثل یک کاغذ سفید، مثل یک تکه سفید میباشه. پس پدر و مادر مسئول هست که در این تکه سفید، در این کاغذ سفید چی می نویسن. پس دقت در مورد تعلیم و تربیه از اینا بسیار مهم هست. در صورتی که هر چیز ما نوشته باشیم با مو شکل اینها بزرگ میشن. باز در ادامه حدیث میفرمایند که اطفال به فطرت پاک و به فطرت مسلمان تولد میشن. بعد پدر و مادر هستند که اینها را یهودی، مجوسی، نصرانی و یا اینکه مطلق جاهل تربیه میکنن. این پدر و مادر هستند. پس از مکاتب بیرونی هم کرده اولین مکتب در خانه، خانه هست و تأثیرات پدر و مادر در تعلیم و تربیه بسیار بسیار زیاد هست. و موضوع دیگری که در اینجا بر ما بیان کرده موضوع الگوی خوب هست. در عین زمان پدر و مادر مربی و معلم هم هستند و در عین زمان یک الگوی خوب هم باید باشند. اولین الگو که ما به فرزندای خود بیان میکنیم، الگو سرمشق باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بهترین اسوه حسنه بر ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. باید از حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و فرزندا باید گفته شود و او الگوی خوب بر آنها قرار داده شود. بعد از او اصحاب کرام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اصحابی کالنجومی بایهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مانند ستاره های آسمان هست. به هر کدام از آنها اگر شما اقتدا کردین، پیروی کردین، شما هدایت یاب میشوین، رستگار میشوین. هر اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بنابراین دومین موضوعی که در حق فرزندان ما باید مد نظر بگیریم الگوی خوب هست. این الگو میتونه که پدر و مادر هم باشه، میتونه که کاکا و خاله و عمه هم باشه. اما زمان الگوی خوب با فرزندان مؤثر واقع میشه که سخنانشان، فعلشان با قولشان یکسان باشه. پدر در خانه چیزی بگویه و در عمل دیگه چیز را انجام بده هیچ تأثیر به فرزندان نداره. در مورد امام اعظم، امام ابو حنیفه، یک نقلی هست. در زمان حیات امام اعظم طفلی را به حضور حضرت امام اعظم میارن که طفل زیاد عسل میخوره و عسل زیاد خوردنش به این طفل مضر هست و هیچ پدر و مادر نصیحت میکنن تأثیری نمیکنن. وقتی که در حضور حضرت امام اعظم میارن، امام اعظم میگن که طفل را ببرید بعد از 40 روز بیارین. اینا هم طفل را میبرن، بعد از 40 روز پس میارن. امام اعظم طفل را در گوشه میگیره و دو سه کلمه نصیحت میکنه و طفل میخیزه و دست پدر ماچ میکنه و از عملش پشیمون میشه و دیگر استفاده نمیکنه. کسرتش علت از جویا میشن، میگن که یا امام ما روز اول آمده بودیم و شما نصیحت نکردین و ایر گفتین که 40 روز بعد، بعد از 40 روز نصیحت کردین. بعد امام اعظم میفرماین که میگن شما روزی که طفل را اینجا آورده بودین، من همان روز خود حسل استفاده کرده بودم. کاری را که خود کرده بود دیگرا را از منع کردنش موثر واقع نمیشه. بنابراین میگم من منتظر ازی بودم که در 40 روز تمام اثرات عسل از وجودم بره، بعد از اون به طفل نصیحت بکنم که نصیحت من موثر واقع شود. در صورت از اون موثر واقع نمیشه. یعنی فعل ما با قول ما در تناقض باشه. خود ما نماز نخونیم، فرزند خود به نماز بله بگیم که فرزندم تو نماز بخون. مثلا عموما در خانواده ایم است پدر سیگرت استفاده میکنه، باز خود از اضرار سیگرت به فرزنداش بس میگه، میگه شما سیگرت نکشین. این موثر واقع نمیشه. در این صورت باید عمل ما با سخن ما یکسان باشد که چون تاثیر بکنه که با فرزندای ما، در صورت در غیر صورت تاثیر نمیکنه. امروز سخنهای بزرگا و سخنهای عالما هم عینا به مسابه امی هست. در صورتی موثر هست، تاثیرگذار هست که خود با اون عمل بکنیم. خود رشوت نخوریم و از رشوت نخوردن به دیگرا بس بکنیم. خود دروغ نگوییم، از اضرار دروغ به دیگرا بس بکنیم. مال مردم را خود غصب نکنیم، رشوت نخوریم. میشه که باز در صورت از ضررهای ازی در اجتماع و در خانواده بس بکنیم، میشه به شکل بس بکنیم. جناب استاد یک و نیم دقیقه وقت داره. مریم جان هم اشاره به ای داشت که بعضی از فامیل هاستن، بعضی از پدر و مادر هاستن که تا اجازه از این را نمیتن که فرزنداشان برن مکتب، خصوصا دختر خانما، و اجازه از این را هم ندارن که به انتخاب خود همسر انتخاب بکنن جبرن. و در این شب روز ما بعضی از تصاویرها را میبینیم که در دنیای مجازی سرازیر میشه.
این جبران برای شوهر داده میشه و میخوایم که پیرامون همی هم صحبت های شما را بشنویم. در شریعت در مورد ازدواج اگر بگوییم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میفرمایند که قبل از اینکه شما خواسته باشین با کسی ازدواج بکنین باید یک بار ببینین. بله. ببینین بعدا ازدواج بکنین. سبب دیدن جانب مقابل چی است؟ باید هم کفویتان باشه، هم برابر شما باشه. در غیر صورت، در صورتی که اگر طرفین یکدیگر را نبینن، عواقب وخیمتر و بدتری از این در جامعه می داشته باشن، چون باعث از این خواهد شد که سبب از هم پاشیدن خانواده، باعث از این خواهد شد که فرزندایی که از اینها به دنیا می آیند تربیه صحیح، تربیه سالم نشن و در خانواده عموما جار و جنجال های خواهد بود. به خاطر جلوگیری از عواقب خطرناکی که در پی دارن، که امروز ما میبینیم طلاق های هست، جدا شدن ها بسیار زیاد شده و با فرزند ها رسیدگی نمیشن، اینها یکی از عواملش همی هست که خانوم و شوهر هم کف و هم برابر یکدیگر نبودن، اینها از یکدیگر راضی نبودن. چون در شریعت هم همی هست که باید قبل از ازدواج باید یکدیگر را ببینن، بعدن باید ازدواج بکنن. و در مورد ای که فرزندان باید به مکتب روان کرده شوه، حق طفل هست. بله. از جمله واجباتش هست که باید طفل به مکتب بره، تحصیل بکنه، تعلیم بیابه که در آینده یک شخص نیک به بار بیه. چون در صورتی که امی اطفال و فرزندان یک شخص مؤدب یا تعلیم یافته به بار نمیاد، در آینده میشه که عین ضرر به خانواده و به فامیل و اجتماع هم متصور باشه. بله، خیلی هم سپاسگزارم استاد، بسیار خوش آمدین. ما وقفه میگیریم و پس از وقفه دوباره برمیگردیم.